دره کمروب، کوههای سربفلک که کلاه سفید برفی هیچگاه از سری آنها پایان نمی شود. رودخانه سارباغ که قدقد این دره طولانی پیچیده است. حالا مردم عمدتاً کمروب را در زمینه ناآرامی های سالهای اخیر این وادی به یاد می آورند. رویخط قربانی های جوان درگیری ها در این وادی برای همیشه در لوحه خاطرات میلیون ها تاجیکستانی نقش بسته است. اما این یک حادثه نبود. این یک جریان خیلی مداومی مبارزه بر ضد گروه های تندرو و تروریست در وادی رشت عنوان شد که تا ماه اپریل سال 2011 هم ادامه کرد. جستجو و درگیری های مسلحانه با گروه علاودین دولتوف حدوداً نیم سال ادامه کرد. مقامات رسمی گروه دولتوف و دسته مسلح عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله را که گفته می شد از افغانستان وارد تاجیکستان شده است، مسئول کشتار عسکران قطاری و افسران ارتش ملی می دانند. نبود اطلاع بی‌طرفانه از جریان عملیات حربی علیه این گروه ها و شکار ناموفق تروریست ها نیروهای قدرتی تاجیکستان را در حال ناگوار قرار داد. گردش کلی در عملیات ضد گروه های مسلح در شرق تاجیکستان محض در امین کاهدان در دهه روناوی وادی رشت رخ داد. 4 انور سال 2011 هم گروه علی بیدکی در هیئت 9 نفر از سوی نیروهای حکومتی نابود کرده شد. این انجام آن زمان اکثریت را خوشنود کرد. اگر بعداً پیدا شدن یک نوار علی بیدکی در اینترنت که از طریق تلفن همراه ثبت شده بود، اکثریت را به حقیقت حکومت درباره عملیات مشکوک کرد. در این نوار علی بیدکی زنده با تهدید سلاح بیانات می‌داد. این در حالی بود که جسد علی بیدکی را به تکرار از طریق شبکه‌های تلویزیونی نمایش دادند. اما از این نوار برمی آمد که به احتمال قوی بیدکی و گروه او زنده دستگیر شدند و یا تسلیم شدند. پرده از روی این روز هنوز برداشته نشده است و هنوز هم سؤال به پاسخ است که جریان بازداشت و مرگ او چگونه بود. مقامات قدرتی می گویند که علی تسلیم نشد. تکلیف رد کرده شد، در همون جو بیزاره گردونده شدن این گروه. حالا وادی رشت آرام به نظر می رسد. شاید آن هیچگاه به این اندازه آرام نبود. دوران حکمرانی جنگ سالارها در گذشته ماند. حالا وادی کاملا تحت نظارت حکومت است. ساکنان محلی میگویند که آنها از نظام فعلی پشتیبانی میکنند. باوری عمیق داریم که بعد همین کاری که این همین ده سال خفا بوده اون سالای 92 و 93 شد، همین باوری داریم که بعد همین خیلی کارو دیگه نشود. از سوی دیگر آرامی فعلی آلوده به یک نوع احتیاطکاری است. جانبداران اپوزیسیون اسلامی که بخش عمده آنها به این منطقه پیوند دارند، مورد به اعتمادی حکومت هستند، پیوسته تعقیب می شوند. رئیس جماعت مقصودوف مرزا علی چندین بار همی از سخنهای برامد که شما تروریستی، شما حقی در مسئله اشتراک کردن ندارید. فرزندان از مکتب های کردند. من به معارف نهیوی مراجعت کردم. گفتند که فقط حق دارد فرزندهای دارو خوندن. وادی رشت را دودکش تاجیکستان عنوان کردند. کوههای بیشمار و پیراهه‌های کسناگذر کوهی که به سوی افغانستان و قرغزستان میبرند، نظارت کامل رشت را مشکل کردند. این در حالی است که برخی از کارشناسان با اشاره به خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان در سال 2014، ورود احتمالی برخی از گروه‌های جنگی به قلمرو تاجیکستان را استثنا نمی‌دانند. حالا در قلمرو افغانستان و پاکستان گروه مسلح تحت عنوان جمعیت انصار الله فعالیت می‌کند. برخی از نظامیان تاجیک می‌گویند محض این گروه در دورنما می‌تواند همچون عامل ناآرام‌کننده منطقه بروز کند.